سلام میکنم به همه دوستای خوبم به کلاس درس خوش اومدین خب امروز میخوایم با هم خیلی کوتاه مرور کنیم درس جلسه قبل رو و بریم با هم یک مفهوم تازه یاد بگیریم جلسه قبل گفتیم که اگر ما یک بار مثبت یا منفی در فضا داشته باشیم اون بار در اطراف خود خاصیتی ایجاد میکنه که ما به اون خاصیت گفتیم میدان الکتریکی مثلا اگر یک نقطه که فاصلش از اون بار هست دی رو در نظر بگیریم این بار در این نقطه یک میدان الکتریکی به اندازه کا یعنی ثابت کولن ضرب در اندازه بار یعنی کیو تقسیم بر این فاصله به توان دو ایجاد می کرد. و دیدیم که جهت میدان الکتریکی به صورت کاملا قراردادی جهت نیروی وارد بر بار مثبت آزمونه یعنی من اگر یک بار مثبت بذارم در اون نقطه نیرو در چه جهتی بهش وارد میشه چون هر دو مثبتا اندافه است به سمت خارج و در نتیجه میدان در این جهته در حقیقت یک بار مثبت آزمون رو من یک جاگر اگر بگذارم در جهت میدان بهش نیرو وارد میشه و همینطور اگر این بار به جای مثبت منفی بود اون وقت باز هم یک بار مثبت آزمون میذاشتیم میدیدیم در ج... چه جهتی بهش نیرو وارد میشه چون این مثبت این منفیه به سمت داخل یعنی جاذبه هست بنابراین در میدان الکتریکی به بار مثبت در جهت میدان نیرو وارد میشه و اگر این بار منفی بود در عکس جهت میدان بهش نیرو وارد میشه خب حالا ما میتونیم این چیزهایی که خوندیم رو بیایم یه خورده شهودی ترشون بکنیم و یک پدیده ای تعریف بکنیم به نام خطوط میدان الکتریکی تا بتونیم بهتر پیش بینی کنیم که اگر من یک بار مثبت یا منفی رو در فضا بذارم اون بار چه مسیری رو طی خواهد کرد در حقیقت سوالی که من میخوام الان بپرسم اینه که اگر مثلا ما یک بار مثبت در این نقطه از فضا داشتیم دیگه این یعنی این قسمت رو فراموش کنید اگر ما یک بار مثبت در این نقطه از فضا داشتیم مسیر حرکت در حقیقت مسیر حرکت یک بار مثبت آزمون چه شکلیه خب بیایید حساب بکنیم من اگر مثلا بار مثبت رو بذارم اینجا در چه جهتی بهش نیرو وارد میشه در این جهت یعنی شروع میکنه شتاب میگیره به این سمت بعد یه ذره میاد جلوتر مثلا میاد اینجا ولی باز هم بهش در همون راستا یک نیروی البته کمتر چون فاصله زیاد شده وارد میشه و همینطور در به سمت راست بهش نیرو وارد میشه و اون به سمت راست حرکت میکنه پس مسیر حرکت یک بار مثبت اگر هر نقطه ای روی این خط قرار داده بشه در امتداد این خط درسته خب حالا فرض کنید من بار مثبت رو مثلا بذارم این دفعه اینجا اون وقت در چه جهتی بهش نیرو وارد میشه در یک همچین جهتی و باز این ادامه میده میاد مثلا اینجا باز در همون جهت یک نیروی کمتری بهش وارد میشه و باز هم این مسیر حرکت این بار مثبت ما خواهد بود درسته و همینطور من این بار رو دور تا دور این بار و هر نقطه از فضا بذارم میتونم مسیر حرکتش رو به دست بیارم و میبینم که مسیر حرکتش یک خط مستقیمه مثلا این شکلی اینا یعنی فکر میکنم دیگه الان متوجه شدید که کلن مسیر حرکت یک بار مثبت اطراف یک بار مثبت دیگه چه شکلی و این میشه خطوط میدان الکتریکی ناشی از یک بار مثبت در فضا این خطوط الان خیلی چیز حرفای خوبی دارن به من میزنن اول از همه دارن به من میگن که جهت نیروی وارد بر بار مثبت در هر نقطه از فضا چیه یعنی من میتونم پیش بینی بکنم اگر مثلا یه بار مثبت بذارم اینجا در این راستا بهش نیرو وارد میشه دومن که نتیجه همون اولیه دارن به من جهت میدان الکتریکی در فضا رو میدن درسته یعنی من میدونم مثلا در این نقطه از فضا میدان الکتریکی به این سمته در حقیقت میدان الکتریکی جهتش خط مماس بر خطوط میدانه حالا اینجا چون خطوط میدان خطوط صافی جهت میدان در اون نقطه از فضا هم دقیقا با جهت خطوط میدان بر سه و من اینا دارن یک چیز جالب دیگه هم به من میگن و چیزی که میگن اینه که اگر من مثلا یک مربع بذارم اینجا می... چند خط میدان داره از داخل این میگذره مثلا الان فقط داره یه خط میدان میگذره درسته بعد اگر بیام همین مربع رو شیفت بدم به پایین و مثلا بذارمش اینجا خب این دقیقا الان همون مربع هست حالا میبینیم که خیلی خطوط میدان بیشتری داره ازش میگذره پس چگالی خطوط میدان در فضا یعنی چگالی خطوط میدان دارن به من قدرت میدان در اون نقطه رو نشون میدن خب چرا چون الان عط... ن... وقتی نزدیک بار مثبت میشیم قدرت میدان خیلی بیشتره دیگه راسته پس وقتی که یک جا خطوط میدان بیش شلوغ‌تره و چگالی بالاتره یعنی قدرت میدان در اون نقطه از فضا بیشتره خب حالا که اینو دیدیم دیگه به دست آوردن خطوط میدان الکتریکی ناشی از یک بار منفی خیلی راحته خیلی سریع من انجام میدم اینو باید ببینیم اگر یک بار مثبت بذاریم مثلا در یک نقطه از فضا مثلا اینجا در چه جهتی میشه مسیر حرکت بار مثبت خب الان این بار مثبت در این جهت بهش نیرو وارد میشه میاد نزدیک بار منفی میشه میاد اینجا حالا نیرو بیشتر میشه و کلا مسیر حرکتش یک همچین راستایی خواهد بود یعنی چی یعنی من هر نقطه روی این خط یک بار مثبت بذارم روی این خط حرکت میکنه و میاد به سمت بار منفی همینطور اگه مثلا یه همچین جایی من بار مثبت بذارم مسیر حرکتش یک همچین شکلی خواهد بود و اگر مثلا اینجا بذارم یک همچین شکلی و اینجا یک همچین شکلی و همینطور ادامه پیدا میکنم خب پس ما الان تونستیم خطوط میدان الکتریکی ناشی از یک بار مثبت و یک بار منفی رو رسم کنیم خب اما اگه ما بیشتر از یک بار داشتیم در فضا اون وقت خطوط میدان چه شکلی میشه یه خورده رسم اونها نیاز به دقت بیشتری داره اجازه بدید من اینجاها رو پاک بکنم و امیدوارم که اون گوشه رو پاک نکنم خب حالا فرض کنید که مثلا من یک بار مثبت اینجا دارم یک بار منفی اینجا دارم و این هم خطیه که این بار مثبت و منفی رو به هم وصل میکنه من میخوام خطوط میدان الکتریکی در فضا رو رسم کنم خب خیلی راحته ما گفتیم که خطوط میدان الکتریکی در فضا در حقیقت مسیر حرکت یک بار مثبت نشون میده درسته خب فرض کنید من یک بار مثبت بذارم اینجا اون وقت نا... چه نیروی به... در حقیقت مسیر حرکتش چه شکلیه باید نیروی وارد برش رو حساب کنیم ناشی از این بار مثبت سمت چپ یک نیروی این شکلی بهش وارد میشه و ناشی از این بار منفی هم یک نیروی همین شکلی پس در مجموع شروع میکنه به این سمت حرکت کردن درسته و میاد جلو میاد جلو میاد جلو و هر جا بیاد این دو نیرو جهتشون عوض نمیشه در نتیجه مسیر حرکتش روی این خطه درسته پس این میشه یکی از خطوط میدان الکتریکی ما و دقت بکنید که وقتی خیلی نزدیک این بار مثبتیم نیروی خیلی زیادی بهش وارد میشه و وقتی خیلی نزدیک این بار منفی هم زیاد و این وسط نیروی یک مقداری کمتر خب پس دیدیم که بین دو بار خطوط میدان الکتریکی چه شکلی در حقیقت جهت نیروی وارد بر بار مثبت رو نشون میدن جهت میدان در فضا رو هم دارن نشون میدن و چگالی خود حالا به این نکته سوم هنوز با یک خط نمیشه رسید حالا بیاید یک بار مثبت رو مثلا بذاریم اینجا نیرو در چه جهتی بهش وارد میشه از این بار مثبت یک نیروی دافعه در این راستا بهش وارد میشه و از این بار منفی یک نیروی جاذبه در این راستا درسته خب و فرض کنیم که اندازه این دو بار مثبت و منفی ما یکیه در نتیجه نیرویی که این بار منفی وارد میکنه بزرگتر از نیرویی که بار مثبت وارد میکنه چون این بار منفی نزدیکتره به بار مثبت آزمون ما پس مسیر حرکت بار مثبت به سمت بار منفی میشه و خطوط میدان این شکلی میشن در سمت راست بار منفی شما میتونید خودتون حساب بکنید به همین راحتی که من اینجا حساب کردم و ببینید که خطوط میدان سمت چپ این بار مثبت به این سمتن یعنی از بار مثبت خارج میشن یعنی اگر من یک بار مثبت رو بذارم اینجا به سمت چپ حرکت میکنه و از این مجموعه بارها دور میشه حالا بیا یک نقطه دیگر رو در نظر بگیریم مثلا یک نقطه ای روی عمود منصف این دوتا مثلا این نقطه من میخوام ببینم اگر من یک بار مثبت رو بذارم اینجا مسیر حرکتش چه شکلی خواهد بود خب بیاید یک بار مثبت آزمون بذاریم اینجا این بار مثبت سمت چپ چه نیرویی به بار آزمون ما وارد میکنه در امتداد خطشون اما در جهت دافعه و این بار منفی هم در امتداد خطشون اما به صورت جاذبه نیرو وارد میکنه خب بنابراین مجموع نیرویی که به این بار مثبت وارد میشه که حاصل جمع برداری این دو نیرو هست از روش متوازی الاضلاع من اگر این دو بردار رو جمع بکنم و اگر بلد نیستید باید برید و ویدئوی جمع برداری رو ببینید اما خب خیلی راحته ما فقط عین این, این دوتا رو اینجا میکشیم و جمعشون میشه این یعنی نیروی افقی به این سمت به این بار در این نقطه وارد میشه درسته خب حالا فرض کنید این بار مثلا اینجا بود وقت چه نیروی بهش وارد میشد نیرویی که بهش وارد میشد ناشی از این بار مثبت یک همچین شکلی داشت و ناشی از این بار منفی یک همچین شکلی اما کوچیک‌تر بود چون خیلی دور از این بار منفی و بعد اگه من باز دوباره از روش متوازی الاضلاع اینو جمع میزدم به یک همچین جوابی میرسیدم درسته و حالا ما میخوایم خطوط میدان الکتریکیمون جهت میدان در هر نقطه از فضا رو نشون بدن و جهت نیروی وارد بر مثبت وارد بر بار مثبت بنابراین میدان الکتریکی ما خطوط میدان ما در نهایت اینجا باید یک همچین شکلی باشه و اینجا هم باید یک همچین شکلی باشه و شما میتونید ببینید که مثلا در این نقطه هم باید یک همچین شکلی باشه و بنابراین اگر خودتون واسه همه این نقاط رسم کنید میبینید که یک بار مثبت اول از همه این سمتی حرکت میکنه و بعد میره و وارد بار منفی میشه یعنی این مسیر حرکت یک بار مثبت حالا من میتونم این پایین یه نمونه دیگه بکشم یک همچین مسیری رو یک بار مثبت بین یک بار مثبت و یک بار منفی طی میکنه اینجا هم یک همچین شکلی داریم یعنی اینها میشن خطوط میدان الکتریکی ما و این معنیش چیه معنیش اینه که مثلا من میخوام ببینم که اگر یک بار مثبت رو بذارم اینجا در چه جهتی نیرو بهش وارد میشه کافیه یک مماس به خطوط میدانم رسب کنم این میشه جهت میدان و نیروی وارد بر بار مثبت در اون نقطه از فضا البته یک اتفاقای عجیب دیگه هم میتونه بیفته که من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم مثلا اگر یک بار مثبت رو بذاریم اینجا مسیر حرکتش احتمالا یه همچین چیزیه و میرو کلا شروع میکنه دور شدن درست مثل این نقطه ولی دیگه من نمیخوام وارد اون بشم پس اصلی ترین چیزی که باید در مورد خطوط میدان الکتریکی یادمون بمونه اینه که خطوط میدان الکتریکی در حقیقت مسیر حرکت یک بار مثبت آزمون رو نشون میدن و بن اخ ببخشید من اینجا یک اشتباهی کردم این اینوری هست درسته برای اینکه یک بار مثبت رو بذاریم از بار مثبت دور میشه و به بار منفی نزدیک میشه خب پس خطوط میدان الکتریکی در حقیقت مسیر حرکت یک بار مثبت رو در فضا نشون میدن و از بار مثبت خارج میشن چون یک بار مثبت از بار مثبت دور میشه و به بار منفی وارد میشن یه حالت دیگه هم که ما میتونیم خطوط میدان رو رسم کنیم اینه که این دو بار همنام باشه که خب من چون وقت کمه دیگه نمیخوام اون رو رسم کنم فقط میخوام شکلش رو براتون اینجا بیارم از کتاب درسی هست خب این هم شکل خطوط میدان الکتریکی ناشی از دو بار مثبت که من از کتاب درسی براتون اینجا آوردم و به, دست آوردن اینکه خطوط میدان این شکلی هستن اصلا کار سختی نیست برای شما مثلا اگه ما یک بار مثبت آزمون اینجا بذاریم هم از این بار و هم از این بار در این راستا بهش نیرو وارد میشه و بنابراین مسیر حرکت یک بار در امتداد این خطه و مسیر حرکت یک بار مثبت دیگه این ور اگه بذاریم در امتداد این خطه یا مثلا اگه من یک بار مثبت بذارم اینجا اون وقت این بار بهش یک نیروی دافعه این شکلی وارد میکنه و این بار سمت راست یک نیروی دافعه این شکلی ولی کوچیکتر و بعد اگه این دوتا رو من جمع برداری بزنم یک همچین چیزی میشه یعنی دقیقا معادل خط مماس بر خطوط میدانی که اونجا داریم و من میتونم تک تک این نقاط رو حساب بکنم و ببینم که درست هستن و در حقیقت مثلا این خط داره میگه من اگر یک بار مثبت رو بذارم اینجا مسیر حرکت بار مثبت در فضا این شکلی خواهد بود خب فکر میکنم برای امروز کافیه با خطوط میدان الکتریکی خیلی خوب آشنا شدیم و در کلاس درس بعد میبینم اتون خداحافظ